سلام به شما نازنینان، خدا کنه که جور صحتمند باشین و امروز با هم نیم ساعت با ما باشین در برنامه و ما همکار خوب خانه های شما هستم. البته که همیشه با حسیب تا نیم ساعت مهمان شما هستم و حالا هر نوع غذایی که شما دوست دارین و پیام میگذارین و از اوقات دوست دارین که نوش جان کنین و حالا دیگه فصل بهار هم حساب حساب رسیده، ببینیم که در تغییرات در پختن غذاها حسیب چی تغییرات آورده و امروز در برنامه میخوای چی برتون آماده کنم. تا جایی که من فکر میکنم دوستا حسیب گفت که من کباب آماده میکنم، اما حالا جای تعجب است که کباب همیشه ما از گوشت مرغ خوردیم، از گوشت گوساله خوردیم، از گوشت گوسفند خوردیم، هیچ وقت کباب از بادمجان سیاه و کچالو نخوردیم. واقعا که جای تعجب است. ببینیم که حسیب امروز به ما چی آماده میکنه. بالاخره سلام حسیب، اصلا بخیر. سلام هست شما بخیر. سلام خدمت شما دوستداران و خواندان برنامه آشپزی. خدا کنه که جور صحت مند و سر حال باشه. نیزه دل امروز ما در انزان رفتنیم به شما کباب ازمیری آماده کنم. حالا کباب ازمیری بسیار کباب خوشمزه می باشه، بسیار غذای فوق العاده عالی است. یک بار میریم با هم مواد لازم میشه میبینیم. زود برمیگردیم با ما باشه. کباب ازمیری، بادنجان سیاه، کچلو، روغن، بادنجان رومی، پیاز، چیلی ساس، مساله و روغن زیتون. مواد لازمه کباب ازمیری. حالا دوستا حتما کسایی که به ترکیه سفر کردن و در اونجا زیادتر وقت مهمان بودن و یا هم در رستوران هایش غذا نوش جان کردن، البته از این کباب خوردن و اگر دوست دارن که باز هم نوش جان کنن و در خانه آماده کنن، پس نیم ساعت با ما باشن در آشپزی. حسیب میخواد کارهای خودش شروع کنه، چون یک غذای است که زیادتر مروج نیست در افغانستان، البته اوقدر کس بلد هم نخواد باشه در آماده کردنش. پس ببینین که حسیب دقت کنین که چگونه کباب ازمیری را آماده میکنه و قدم به قدم که میگذاره چیکار میکنه، همراه بادنجان سیاه را چگونه آماده میکنه و کچولو را، بعد ببینیم که کباب ازمیری را بالاخره چگونه آماده میکنه. بله دوستا، در قدم اول ما میخواییم که بادنجان سیاه را البته پست کنم و تخته را باید نزدیک دست خود بانم ایجده یک قسمت بیمانم دوستا و بادنجان سیاه را پست میکنم. دوستا عزیز، کباب ازمیری البته به انواع و اقسامش آماده میشه. قسمی که ما کباب مرغ داریم، کباب گوشت و گوسفند داریم و هم گوساله داریم. کباب ازمیری هم به انواع و اقسام شما آماده میشه. قسمی که من امروز آماده میکنم یک نواختشه. دوستا شما میتونین که البته دهی گوشت چرخ شده هم استفاده کنین و بدون گوشت هم میشه آماده کنین. و من امروز خواستم بدون گوشت اینه و کباب خوشمزه رو به شما دوستداران و علاقمندان برنامه آشپزی آماده کنم، بخاطر که بسیار یک غذای خوشمزه و فوق العاده عالی میباشه. حسیب لازم نیست همیشه از در غذا زمانی که نامش شروع نامش کباب بود دیگه او باید حتما گوشت باشه. همیشه لازم نیست ما گوشت بخوریم، چون از گوشت کده ترکاری باب زیادتر استفاده داره و گوشت عمر انسان هم کم میسازه. دوستان متوجه باشین، چه خوب است که همیشه از ترکاری سرخ شده و یا هم غذای که نامش کباب میشه میشه ما تغییرات خاصی در رو بیاوریم. حالا هیچ مشکل نیست اگر ما بتونیم غذاها را انواع و اقسام شپخته کنیم و سرخ کنیم، نامش رو هم کباب بدیم که متفاوت نداره. بله دوستا، و باید دوستا عزیز ضرورت رو روشن کنم روغن بانم تا که من کچلو و بانجان سیاه را خرد میسازم. روغن هم آیسته آیسته باید داغ شود. البته زیرش پخش ماندیم دوست عزیز به می اندازه کفایت میکنه و حال باید روغن اضافه کنم. بله روغن به می اندازه کفایت میکنه. البته روغن به مقدار زیاد استفاده کردی حسیب نه؟ نخیر سارا جان، بخاطر گذار دایی سرخ میکنم باید همین اندازه روغن باشه. اگر روغن کمتر باشه غذا به طریقه درست سرخ نمیشه. خواستم یک کم بهش بیشتر باشه بخاطر غذا درستتر آماده شد. بانجان دوست عزیز این قسمت تکایش میگیرم و دو عدد بانجان کفایت میکنم. باید دو عدد کچالو رو هم پست کنم. حسیب ما دو نوع کچالو داریم، نه یک کچالوی شیرین است یکی هم کچالوی شور. حالا کچالوی شور زمانی که ما چپس میکنیم چپسش بسیار مزه‌دار میآید و در کرای هم نمیچسبه، از درست سرخ میشه و کچالوی شیرین که است بعض اوقات اگه متوجه باشی هم میچسبه در کرای و هم درست چپسش مزه نمیده. حالا در این غذا باید از کدام کچالو استفاده کنیم؟ سارا جان اولین بار است کچالوی شور شیرین نمیشه شنیده. از این کچالوی وطنی میخوایم استفاده کنیم. البته کچالوی سرخ است، سرخ کچالو فرق نمیکنه هر قسم کچالو که باشه و کچالوی پاکستانی. بله و تا جایی که معلومات دارم سارا جان کچالوی پاکستانی شیرین است. اگر از اصلا یه میگه نمیفهمم کچالو چطور شور شیرین است، بازی یه میگم معلومات دارم ما دیگه نمیفهمم. دوستا میگه گیج کرده. شما هم شاهد هستین که کچالو هم شور میباشه هم شیرین و از کچالو شیرین و قدر غذا را شکل که ما دوزایم درست سرخ شدگی بعد شکل درست آماده نمیشه. سارا جان به خاطر که تولیدات وطن خودم البته کچالوی شیرین قدر نیست نه زمانی که ما البته کچالوی بامیان گرفتیم و هم از لوگر دیگه جایی را کچالویش بسیار نمکی و خوشمزه میباشه. من فکر نکنم که افغانستان
مهمان عزیزم، البته چیز خراب باشه، محصول خراب باشه، فکر کنم اگه شیرین باشه او هم از کشور پاکستان است. و حال دوستای عزیز، باید ایره در این قسمت بانم ای دو عددم در اینجا و برشش کنم. سارا باید چه رقم برش کنم ایره؟ حسیب من گفتم که بار اول است میبینیم که ایره آماده میکنی، من اگر درست بلد نیستم. این قسمت چه دوستا دور میکنم و بانجان به می شکل دو نصف میکنم و حال به می شکل القلقه برشش میکنم. کاملا برش کردن چند متفاوت تر بود نسبت به بادنجان سیاهی که قبلا ما سرخ میکنیم یا آماده میکنیم و نوش جان میکنیم حسیب. بله سارا جان، البته متفاوت برش کردن شما سک و بسیار سارا بسیاری غذا خوشمزه سک. دوستان ما یک بار از این غذا آماده کنن همیشه وقت در تقسیم اوقات خود چایتی غذا را اضافه کنن، به خاطر که هم غذای به جنجال است بسیار کم مصرف هم است و بسیار پول اندک میتونن که مواد اینا و غذا را خریداری کنن از بازار و در خانه های خود آماده کنن و در این فصل بسیار بانجان خوبم البته در بازار پیدا میشه و میتونن که خریداری کنن. و برش کردن بادنجان هم خلاص شد. حالا ببینیم که حسیب کچول رو چگونه برش میکنن. آیا با شکل که بادنجان سیاه رو برش کرد میخوای او شکل برش کنه یا کدام شکل متفاوت؟ سارا جان کچول رو به شکل که بادنجان سیاه رو برش کردم. چون دیگه هر دوش سرخ میشه حسیب، با یک رقم سرخ شوانه که نخوام بنا و نه بسوزه. بله تمامش باید یکسان خوشه و دوستان ما برش شود دوست عزیز. و اگر میخواین گوشت اضافه کنین، گوشتون به شکل البته لوله لوله جور کنین، در روغن سرخ کنین و هم داداش آماده کنین، بعد با اینو کباب ازمیری آمادهش کنین. حسیب کباب ازمیری دیگه میتونیم از چی آماده کنیم؟ سارا جان البته از انواع و اقسام ترکاری باب میشه و در کباب ازمیری باید 100% بانجان سیاه باشه، اگر بانجان سیاه نباشه کباب ازمیری نمیشه. میتونیم از دلمه آماده کنیم، از پیاز آماده کنیم و از کدو هم آماده کنیم، میشه بسیار خوشمزه میشه. و من امروز خواستم و من وقتی که همیش مردم های ازمیری البته ترکو استفاده میکنن و مو شکل آماده کنم. حالا مردم ترکیه یک رواج بسیار خوب که دارن دوستای عزیز، قسمی که در غذایشون ما بعض غذاها را قسمی که مروج است میخوریم، اونا هم زیتون بسیار زیاد نوشجان میکنن. واقعا زیتون چیزی است که زیاد مفید است و شما هم کوشش کنید زیادتر در صبحانه تان، در هر نوع غذایتان و امروز سالات تان مخصوصا باید زیتون باشه، چون هم ما را جوان نگه میداره و هم بر جلد مفید است و به غیر از او با وجود ما هم فواید زیاد داره. بله و کار باید پس سر جایش بونم، سر میز پاک کنم و یک مشقاب نزدیک دست خود بیارم. حسیب تا زمان که کارهای بدیت انجام میتی، تا زمان که بادنجان سیاه را با کچالو سرخ میکنن، یک میان برنامه داریم. در ادامه آشپزی خوشحال هستم که با ما پیوستین و حالا هستی فکر کنم میگه که دیگ بزرگ است و در این زودتر سرخ نمیشه، میخوای روغن تبدیل کنن در دیگر کرایی پرتن. بله دوستا، ما باید تخم پزی ناسوزه یا کرایی رو نزدیک دست خود را تو روشن کنم و میاندازه و حال یک مقدار دستمال بگیرم روغن اضافه کنم. بله تمام روغن دوست عزیز دوباره در کرایی ناسوس اضافه کردم و این بزرگتر بود، نخواستم در این آماده کنم کبابه و روغنم تقریبا داغ است، باید من یک بار امتحان کنم. بله البته چند لحظه دیگه باید دوست عزیز باشه تا که خوبتر داغ شده. بعد از اینکه بادمجان سیاه را با کچالو سرخ کردی، بعد از اون چه کار میکنی همراهش؟ در داش فکر کنم میگذاری؟ بله سارا جان، در داش میمونم شه و در داش آماده میشه. و حال باید سارا شما سیاه در درومی همینجا است در قاب به من بانیم. دیگه چی کار داری حسیب؟ دیگه فعلا کفایت میکنم این روزه و دوست عزیز باید بانجان رو میرم به شکل که بانجان سیاه و کچالو را خورد ساختم، باید به اون شکل برش شما به اون شکل برش کنم. اینه میخوایی امرای بادنجان سیاه و کچالو سرخ کنی حسیب؟ نه خیر سارا جان، بانجان می سرخ نمیشه، بانجان می باز داداش آماده میشه. یعنی غذا یک بار سرخ میشه و یک بار هم در داش مانده میشه هست. بله سارا دقیقا. و سه عدد بانجانومیز دوست عزیز من میخوایم از عرصه شربت استفاده کنم. بله پس دوباره از ظرف اضافه میکنم و کش کنید دوست عزیز زمان که نوه کباب مانده میکنین تمام موادش یکسان باشه، چی بانجانومی باشه، چی خود بانجان سیاه باشه و هم کچالو باشه، کلش باید یکسان برشه و با یک برابر این دقیق قسمت نمانم باید پس. و حال هم هستی باید دیگه روغن سرخ شده کچالو رو سرخ کنی با بادنجان سیاه. بله سارا جان
باید کچالو رو یک دانه در روغن اضافه کنم. اول کچالو رو سرخ میکنم دوستا، بعد بانجان سیاه رو. حسیب، حالا کچولو با بادنجان سیاه باید چند فیصد سرخ شود؟ بخاطر که درداش همیره مگذاریم نی؟ این قسم نشه که در این کاملا سرخ شود و زمان که درداش بانیم بیخی شکل خود از دست بده. قسم که ما میخواییم و قسم آماده نخواد شد. بله، باید سارجان بادنجان سیاه تقریبا 50% آماده شود و کچولو هم 70% یا 80% آماده شود. بخاطر که کچولو باید بیشتر یک کم نرم شود و بانجان سیاه خود از اوتر نرم می سازد. و در داشت که فکر کنم وقت کم را در بر می گیره که می خواهی بگذاری. بله، در داشت فقط به مدت دقیقه می مونه شود بخاطر که خود درستر دم می گیره و خوشمزه تر به. هر رد به می اندازه دو ساعت بس است و تا کچولو سرخ می شود باید یک عدد نصف پیاز هم پوست کنم. بله، بسیار خوب. حسیب، حالا همراهی از این غذا سالات خورده نمیتونیم، همراهی کباب همیشه سالات میباشن. نه خیر سارا جان، بخاطر که غذا خودش لوابدار است و اگر دوستان ما دوست داشته باشن میتونیم سالات رو آماده کنن. پیاز یک ریش رو میگیرم دوست عزیز. پیاز هم به اندازه که رومی رو خورد ساختم به همون اندازه خورد میساز میشه. پیاز دوستای عزیز بسیار طعمش خوب میسازه و بسیار یک بوی عالی برش میبخشه. کوشش کنید در این غذا اگر دوست ندارین سیر اضافه نکنین، به خاطر که سیر اگر باشه سیر زودتر به مواد رو میشورونه. من خواستم سیر اضافه کنم به خاطر که این پیاز هم البته آبش تیز است و خوشمزه تر میسازه. بعضی دوستای ماست که سیر استفاده میکنه میگه غذا نرم شوه و بویش گم کنه. ایت لازم نیست در این غذا سیر استفاده کنین، میتونین به جای سیر البته از سویا ساس هم استفاده کنین، به خاطر که این غذا سویا ساس هم استفاده میشه و جایی که سیر لازم باشه سویا ساس کارش نمیکنه. و باید بله. یک پنجره بگیرم. حسیب، ما همیشه بانجان سیاه رو یا که سرخ میکنیم یا همون را از او خورما آماده میکنیم. حالا لازم است کوره باید در آب بشوریم با نمک یک جا بگذاریم تا اینکه آب سیاهی که داره دور شوه. خودت این کار نکردی حسیب، یعنی در این غذا کدام تفاوت داره؟ نه خیر سارا جان، تفاوت نداره. بعض دوستای ما که به حساب سرخ میکنن به حساب برونی جور میکنن این کارو میکنن. بعد کباب ازمیری البته قبلا به اونجا لازم نیست قدری کار لازم نیست که کار کنیم، به خاطر که در روغن سرخ میشه تمام زاربایش روغن به خود جذب میکنه. به من خاطر من کچالو رو دوست اول سرخ کردم به خاطر گنجان سرخ نکردم، باز روغن تمام زاربایش به خود میگیره. بعد نمیتونم کچالو رو به حسیب کچالو سرخ کردم من چپس زلم شدم. دخترا زیاد چپس دوست دارن. بله سارا جان، باز دخترا رو میدیم زمان غذا ما نمیکنن قبل از اینکه سرخ کنن یک کچالو رو به خود چپس میکنن. بعد یاد سرخ میکنن و کچولو هم تا جایی که قسمه که دوست داری و هم میخوایی حسیب لازم است در خوزا مقدر باید سرخ شد. بله سارا جان. و کچولو هم آماده است، حسیب میخوایی که برداریش بعد از بادنجان سیاه رو سرخ کنیم. باید کچولو رو پس کنم و بعد بادنجان سیاه رو سرخ کنم. مشکو سارا نخوری خوک دلت نه داغ است، من منتظر هستم که یخ شد تا چون تا که سرد میشه بادنجان سیاه رو سرخ میکنیم تا وقت یک وقفه میریم. باز من از زمان که وقفه باشه دیگه من رو حتما میخورم چون من چپس زیاد دوست دارم. حسیب حسابش میکنی البته که باشو کم نباشه نه حساب سارا جان حساب نمیکنیم، یک دانه میکشم به خاطر که تمام روغنش باید دوباره در کرایی بریزم. و چه خوب است هر زمانی که دوستا آشپزی میکنن و چیزای سرخ شده رو حسیب دوستای ما برای کاغذ بکشن و روغنش خوب جذب میکنه کاغذ. بله سارا جان، دقیقاً زمانی که هر غذای سرخ شده باشه چی بولونی باشه چی هم چپس باشه و یا دیگه اشیایی که در روغن سرخ میشه باید قبل از اینکه از روغن میکشن شه یک کاغذ در خانه حتما کاغذ هست انبار کنین و بعد غذا را دهو بکشین و بعد دیگه قاب تزیین و در این غذا حسیب نباید دیگه نه کچولو بسوزه نه بادنجان سیانی به خاطر که اگه سوخت دیگه او بخی رنگ غذا رو تغییر میده خراب میشه. و داره دیگهش مانده باید هم از روغن بکشم. بله و کچولو هم خلاص حسیب باش میگیر ای طرف هم روغن شخش میکنم میریم یک میان برنامه میگیریم که ما یک نچپس هم بخورم زود برمیگردیم. ادامه برنامه آشپزی هست. دوستان دیدین که کچالو خود سرخ شده بود. حالا حسیب بادنجان سیاه را هم فکر کنم که زیاد سرخ نکردی. همه قدر که لازم است باید همه قدر دوستای ما سرخ کنند. بله کباب ازمیری البته. بله سارا، بسیار کم سرخش کرده. ببینید دوستای عزیز البته یک اندک البته کم پوست خود چملق ساخت. البته از روغن کشیده میشه. نخواستم بیشتر نرم شود و از روغن کشیده میشه.
مسواره جان باید تیره خودت پشت روی کنی. و حسب من فکرم طرف چپس بود. زمان که چپس کشیدی من حساب کردم. من نخوردم، خودت خوردی یک دانه. یک دانه تا من خوردی که استش من بخیر خورد چوچگه بود که من خوردم. حسیب دیگه یعنی من چیز را بخورم و حسیب نخورایی درش طاقت نمی کنم. خب سارا جان این کشیدی بازده ای تو پرتو من موادش جور کنم درست است؟ خب دوستات در پن می خواهی میره البته جور کنم. حسیب روی پنه نمیخوایی سرخ کنی؟ سرخ کنم؟ روغن پردی؟ نه خیلی سارا جان روغن نمیدازم به خاطر که تمام مواده رو باز جور کردم داخل روغن اضافه میکنم. خب بسیار سارا گفت پنه سرخ نه من ایجا ایره سرخ میکنم چون فکرم طرف آزه بود گفتم که حسیب بادنجان سیاره امرای رومی، امرای پیاز، امرای کچالو در قلب میمانه میبینین. حسیب فکر کنم بس شست بکشم. سارا جان باید یک چند ثانیه دیگه هم باشه تا که کمک رنگ خود تغییر بده. اما اوش که به حساب رنگ خود تغییر ده اینه ایش دور کن تا او غیر تو هم سرخ میشه بگرش. دوستان من اینی را خیال پیاز کردم چند باری ریخ هست میگرفتم یک گرفتن هم میشد. حسیب گشنه هستی امروز؟ سارا بسیار گشنه شده. خواه از هم خاطر خیلی فکرت میره. امروز چاشت و منان نخوردیم دیگه تا این وقت بسیار زیاد گشنه شده. حسب تمام شب بکشم دیگه آماده شد. بله سارا جان تمام شب باید بکشم از روغن. دوستو کباب ازمیری بسیار خوشمزه است. بسیار زیاد به حساب اگر سیران باشین زمانی که از آماده میشه سونش ببینید واقعا سر اشتها میاره آدم. و ما نان چاشت امروز نوش جان نکردیم و بسیار خوشمزه شده. خیلی تو نان بخوری داشت بازی که غذای که آماده کنی و میخوری تل جمع باش. شم دقیق قسمت چقدر شکلش مقبول شد نه حسیب؟ بله سارا جان بریم دقیق قسمت میمانم. حسیب یک چند تا چپس میمانه اوجه مقصد فکرت باشن زیاد است. خوب است ای سگ باید تیارم نزدیک دست بکنم. واو آتش هم خاموش که حسیب خاموش که دمشه. ببینید دوستا به بسیار راحتیش میتونید غذا رو جور کنید. بسیار یک غذای ساده بسیار به جنجال قدر جنجال نداره نه سارا؟ آها حسیب قدر جنجالی نیست. باید پیاز این دقیق قسمت کنم و یک قطار دیگه هم باید جور کنم. این دقیق قسمت و ایشون دقیق قسمت. حسیب دیگه میشه ما ازی در مهمانی ها زیادتر استفاده کنیم و فکر کنم اگر زیادتر ازی مثلا دو عدد کچولو بود خودت که گرفتی دو عدد بادنجان سیاه. بله. اگر زیادتر ازی استفاده کنیم میشه بر 6 نفر 7 نفر هم بس کنند. بله سارا جان بخاطر که غذا چون دهی پیاز هم اضافه میشه بادنجان رومی هم اضافه میشه دیگه کاملا بس است. بله اینم دوستا در این قسمت میمونم و ایش هم در اینجا. ما گفتم کچالو میمونه نه لسیب کل کچالو وارد گوجه میچینه یک دانش هم نایمونه خوبی بینیم. اینم در این قسمت میمونم و ایش هم بانه هم ستای دگرم بانه هستیم. خب ایش باید سارا نوش جان کنه نه خیره بانده دو دانه نام بره بد نکنم. باید تو را خیر است نوش جان کن سارا زمان غذا آماده شد باز که غذا نوش جان که بسیار خوشمزه نه او زمان که آماده شد سارا هم زیاد سر دیگه کنه حسیب زیاد سرما رواداری داره از خاطر دادن کچول برمامان و حال هم دیگه وقتش رسته که باید در داشت بگذاری شد. بله سارا جان حال باید من یک قاشق مواده شد بزنم از کشم باید بکشم. و مرچ مساله هم باید بالاش پرتاب کنین حسیب بخاطر که ما نمک هم ننداختیم نی ضرور است که مساله بابشه همیشه اضافه کنیم بعد از او در داش بگذاریم. بله سارا زمانو که البته تمام مواد را سرخ کردیم بعد داخل طرف داش میبردیم شه باید موادشه اضافه کنیم. خب دوستا اول نوبت از ریس یک چلی ساس اضافه کنم. همین اندازه چلی ساس کفایت میکنه و یک مقدار روغن زیتون به خاطر که نچسبه باید روغن زیتون استفاده کنم. همین اندازه کفایت میکنه. خب دو سال من باید طرف داش ببرم بانم و به دست چند دقیقه باید رو در داش بگذارم تا که درست به شکل کباب ازمیری آماده شود. بله دوستایی به مدت 5 دقیقه لاده دقیقه داش میمانیم تا کباب آماده شود. کباب ازمیری بادنجان سیاه، کچولو، روغن، بادنجان رومی، پیاز، چیلی ساس،
مساله و روغن زیتون. و حالا هم کباب، حسب کباب چی گفتیم؟ کباب ازمیری سارا جان. کباب چی؟ ازمیری. ازمیری. آماده است، فکر کنم دیگه وقتش رسیده که حسب باید از داش بکشیش. بله دوست عزیز، البته تخم ما لط زدم، کاملا تخم آماده است و حال باید نبرم غذا را از داش بکشم و بیارم. حالا پختن کباب تمامش خلاص شد و حسب در داش گذاشت، بعد از اون میاره رو در ظرف میکشه. من نفهمم تخم از چی خاطر لط زده، دیگه باش که بیاید پیش پرسان میکنیم. ای را به خاطر چی استفاده میکنه در کباب ازمیری؟ هستی به تخم بچه خاطر استفاده میکنی؟ به خاطر که سارا جان این تخم هم خوشمزه میسازه و هم یک قسم مثل گوشت داره لایه لایه میاره. بازی خام نمیمانه در سرش، یا او مواد گرم است و جذب میکنه. مواد گرم است کاملا نیام پخته میشه. بسیار حالی. بسیار خوشمزه مالو میشه دوست عزیز. واقعا غذای خوشمزه است. شما میتونید در خانهایتون آماده کنین به بسیار البته هزینه کمتر و یک غذای عالی، غذای خوشمزه، غذای به جنجال. و دیدین که تخم هم کاملا در داخل مواد، چون مواد زیاد داغ بود، داشتابه هم گرم بود، در داخل از او خود پخته کرد. و خوب است که لوابدار هم آمده هستیم، چون بعض دوستای ما مثلا کباب اینا را نمیخورن چون میگه خشک است، ما چه چیز تا که لوابدار نباشه مزه ما نمیده. بله سارا جان، و دوستای ما سارا میتونن که از گوشت هم استفاده کنن. قسمی که مبان جان یارا خورد ساخته، میتونن گوشت به معین شکل البته برش کنن و بعد در روغن سرخ کنن. طریق پختنش یک طریقه است، صرف در مواد شکل تغییرات میارین، باز میتونن موادش به بسیار سادگی تغییر بدین و یا هم گوشت استفاده کنین و با همون طریق که حسیب آماده کرد آماده کنین. و حال هم وقتش رسیده دیگه که با شما از آن خدافیزی کنیم. فکر کنم حسیب هم تمام مواد در ظرف کشیده، میخوای چند عدد زیتون هم اضافه کنه بالای مواد؟ بله سارا جان، باید چند عدد زیتون هم نمی قسمتاش منو به خاطر با زیتون بسیار خوشمزه می آید کباب. و زمانی که کباب نوشجان میکنین کوشش کنین دوستای عزیز حتما زیتون در کنارش از بازار خریداری کنین و با این غذای خوشمزه نوشجان کنین. خب از زید دل این بود غذای امروزی ما که تقدیم شما نازنینا کردیم. تا برنامه بعد که باز نیم ساعت نمونه خانه هایتان میشیم، همه شما رو به حلای پاک و بنیاز امانت میکنم. شاد و خرم باشین. الله یار و نگهدارتان. موفق و سربلند باشین. الله نگهدار.